سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر. گروه پرستشی مرسی، خوش اومدین. اگه کتاب مقدس همراهتون هست، کتاب اعداد 14:18-19 رو قرار با هم دیگه بخونیم. برای من خیلی خوب بود که تونستیم هفته گذشته تمام موضوعات کنفرانس رو گوش بدیم. خیلی موضوع عالی بود. خود چندین بار مجبور شد که توبه بکنی و خدا من کمکمون میکنن و زمان بسیار خوب بود. توی زباله که بودیم با همدیگه بودیم، 65 نفر بودیم که با هم دیگه نمیتونستیم جمع بشیم توی کلیسا، ولی یه جای رو اجاره کرده دادم و میرفتیم اونجا و با هم دیگه دعا میکردیم و موعظات رو گوش میدادیم و بسیار عالی بود و خداوند بسیار با قدرت در حرکت بود و قراره که ما اینجوری جلو بریم. چه کسی خوشحاله با وجود عیسی مسیح؟ بوب گلدوف کسی هستش که خواننده است، شرکتش که آهنگای خودش رو به صورت زنده پخش بکنه سال 80، ولی خانومش به خاطر استفاده زیاد از هروئین میمیره، اووردوز میکنه و میمیره. و این یک نمونه هستش که میبینی که واقعا شما چجوری این رو به نسل بعدیتون انتقال میدید، چون بچهشون هم دقیقا همین اتفاق میفتاد. یه خواننده دیگه هستش به اسم آنوک که وقتی که 13 سالش بود، وقتی که از خونه فرار میکنه و از خونه به خونه دیگه میره و با عنوان یک بچه گفته که من جور دیگه رفتار میکنم و مثل پدر مادرم نه، ولی بعدا گفتش که من بدتر از پدر مادرم جلو رفتم. ما هممون گذشته یا فرهنگ داریم که درش روش کردیم و بازوشش خیلی چیزا هستش که بهش افتخار میکنیم و خیلی خوبه، ولی خیلی چیزا هستش که فکر میکنیم که باید جور دیگه پیش میرفتن. چه کسی ایمان داره که اون چیزی که داریم از گذشتمون هستش خیلی جالب نیست؟ ما عیسی مسیح رو داریم، عیسی مسیح که روی صلیب رفته، نه اینکه فقط ما رو ببخشه و ما رو آزاد بکنه، ولی اومده که نفرین ها و گناه های اجدادمون رو از بین ببره. ما میخواییم امروز صبح نگاه بکنیم به اینکه چجوریه که خانواده ها و اجداد ها وقتی گناه میکنن چه تأثیر رومون میذارن. مسیحی های هستن که واقعا ریشه دارن و احساس میکنن که چه کسی تو زندگیشون هستش و چه اتفاق میفته، ولی الان توی کلام خداوند میبینیم که چه قدرتی وجود داره. ولی خداوند کمک ما میکنه که ما واقعا وارد ملکوتش بشیم. واقعا خیلی تفاوت هستش بین نفرین و برکت. برکت مراقبت میکنه از همون، هیجان بهمون میده، شادی بهمون میده، ولی نفرین منفی هستش و ما رو نگه میداره و اجازه نمیده که خیلی چیزها جلو بره. مریضی، دردها هستن و خیلی تفاوت خیلی زیادی وجود داره. خداوند ما رو میخواد به برکت نزدیک بکنم. ما میخواییم امروز صبح راجع بهش صحبت بکنیم. کتاب اعداد 14:18، یهوه دی خشم است و اندو آکنده از محبت و آمرزه تقصیر و نافرمانی، اما تقصیرکار را هرگز بی سزا نمیگذارد، بلکه جزای تقصیرات پدران را به فرزندان تا پشت سوم و چهارم میرساند. پس تمنا دارم به زحمت محبت خیش تقصیر این قوم را بیامرزی و همان گونه که ایشان را از مرس تا بدین ساعت آمرزیده ای. اینا قانون های هستند که تو این دنیا هستند، چیزهایی هستن که از نظر روحانی اتفاق مثلا میخواییم بهشون نگاه بکنیم. این بابی رو که خوندیم برمیگرده به این که به لعنت و برکت هستش. حالا تثنیه 11:26 تا
28 اینک من امروز برکت و لعنت را در برابر شما میگذارم. برکت اگر از فرمانهای یهوه خدای خیش که در من امروز به شما میفرمایم اطاعت کنید و لعنت از فرمانهای یهوه خدای خود اطاعت نکنید و راهی را که امروز شما بدان میفرمایم مرحف شده خدایان غیر را نشناخته اید پیروی نمایید. دیروز صحبت کردم برای رالوف شخص من میره به کشور تایلند، اونجا پر از مجسمه ها و تو همه بخش ها هستش، تو ژاپن و چین میبینی اینها فرهنگ هایی هستن که در شرق هستن، عاشق مجسمات بزرگ و نشانه ها هستن، ولی اگه نگاه بکنی میبینی که اینها واقعا برکت رو دریافت نمی کنن. این براتون جالب نیستش که ببینی چرا واقعا این کشور همیشه در مشکلات هستن و در گشنگی هستن؟ دنیا میگه که به خاطر آب و هوا هستش، برمیگرده میگه به خاطر اینکه آب و هوا خشک هستش، ولی هلند انقدر گرم نبوده نسبت به این هفته ای که بوده، بارون برکت هستش. من واقعا خوشحالم وقتی که رعد و برق میاد و طوفان میشه، وقتی که داشتیم از زباله میومدیم دوباره بارون میاد که قرار نیست 3 هفته طولانی مدت توی هوای گرم بمونیم. اگر توی هلند هم پر از مجسمه ها و بت ها بشه، پس چه آب و هوای قرار اینجا بیاد؟ هوای سالم ربطی به گازوئیل و بنزین نداره. این برمیگرده به این که ببینه ما چجوری گناه میکنیم. و توی آفریقا یا توی کشورهای متفاوت میبینین که واقعا هنوز دوباره تا اونهای متفاوت میاد و چیزهایی که توی دنیا هستش بیشتر از نظر روحانی هستش تا چیزهایی که قانونهایی که میذارن، میگن که باید حواسمون به اکسیژن باشه، به آب و هوا باشه، به گرما و سرما باشه. ما نمیتونیم واقعا جلوی گرما و سرمای هوا رو بگیریم. من وقتی میدم با این همه چیز میکنه هیچ تغییر نشه، میتونه واقعا گرمتر بشه زمین، میتونه چیز دیگه باشه، نه فقط با اکسیژن. برمیگرده به انسانی که از خداوند دور میشه، برمیگرده به انسانی که نمیخواد با خداوند هیچ کاری داشته باشه. خداوند به اسرائیل میگه که من برکت و لعنت رو برای شما کنار میذارم، در برابر شما میذارم. اینکه توی کتاب تثنیه راجبش صحبت شد، یعنی که واقعا دستم از روی شما برمیدارم. چه کسی واقعا دستای خداوند رو بالای زندگیش نیاز داره؟ ما واقعا این رو نیاز داریم، دستای خداوندی که ما رو ازمون مراقبت میکنه و حواسش به ما هست. ما در زمانهای عجیب غریبی داریم زندگی میکنه، آدم ها شغلشون از دست میدیم، ما واقعا معجزه خداوند و دستان خداوند رو نیاز داریم. شما بتونین غذا بخورین و بنوشید و بیاشامید که بدونید همه چی خوب پیش میاد با خودتون و خانوادتون و نسل بعدیتون. چیزهایی که روحانی هستش تو تمام کشورها، شهرها و فرهنگها پیش میره. شما میرید توی شهرهای متفاوت، میبینید که کشورها فرهنگهای متفاوت داره. یکی میگه آرنم خیلی خوبه، فکر میکنم آرنم شهر خوبی نیست، او نایمخن عالیه. یکی میگه نایمخن نه. هر شهری جو خودش رو داره. میری توی شهری که مذهبی هستش، اسمش چیه اونجا هستش، چه اتفاقی افتاده، میبینین که واقعا اینها هر شهری جو خودش رو داره. خداوند گفته که اگه به من گوش بدی من ازتون مراقبت میکنم. کتاب جامعه 8 پر، هر که فرمان او را نگه دارد بد نخواهد و دل حکیم زمان و طریق درست را میداند. دیروز تو آرنهم بودیم، رفتیم برای دعا کردن. آدم ها رو میدونن هر چقدر که آدم ها منظورشو خوب باشه و میخوان که چیز جور دیگه داشته باشن تو زندگیشون، ولی درها رو باز کردن به آزار و اذیت و به گناه. همیشه شاید تقصیر خودشون نبوده. شما بعضی وقتا متولد میشین توی خانواده ای که اینجوری میشه که شما واقعاً
در خانواده دعوت میشین که واقعا پر از مشکل هستش، یا پدر مواد مخدر استفاده میکنه، یا مادر الکلی بوده، یا فالگیر بودن، و اینجوری روی بچه هم تأثیر میذاره. خداوند میخواد که ما رو مراقبت بکنه از گناه ها و آزارها. دستان خداوند مراقبت میکنه ازم. خداوند فرشته، خداوند خدای تمام فرشتگان هستش و تمام فرشته ها از شما مراقبت میکنه. شما قرار نیست به گابریل دعا بکنید که بیا منو مراقبت بکن، تو نمیخواد تمام فرشته ها رو داشته باشی. ما در عیسی مسیح دعا میکنیم برای اینکه خودش از ما مراقبت میکنه و حواسش به ما هستش. اگه بچه هامون بزرگتر میشه میرن مدرسه، بچه ها آرامش ندارن، ما اینجوری بودن نگران میشیم، ولی بدونین که فرشته ها با بچه ها میرن و خداوند مراقبت میکنه. بچه ها تو زیر سلطه شما هستن، شما پاک شدین زیر خون خداوند و این مراقبت همینجوری جلو میشه. کسی خوشحال میشه با شنیدن چنین چیزی، این چیزی که به من و شما داده شده و مراقبت میکنه از ما و شریر و تمام چیزهایی که تاثیر رومون میذاره. نه اینکه بگم چیزی برامون اتفاق نمیفته، ما هنوز در دنیایی هستیم که پر از مشکلات هست، ولی شما زیر برکت خداوند هستین. یا شما باید به حرف خداوند گوش بدین. گوش دادن به حرف خداوند ما رو به زیر بالهای خداوند مرد. لوقا 13:34 ای اورشلیم ای قاتلان پیامبران و سرسار کننده رسولانی که نزد فرستاده می شوند، چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش رو زیر بالهای خود جمع می کنند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستیم. هفته گذشته توی زباله بودیم، حواسمون به رعد و برق بودن، برای اینکه بچه هامون خونه بودن ببینن بچه ها خوب. اگه طوفان بشه واقعا به عنوان پدر میخوای که خونت مراقبت بکنی. مادرها بچه هاشه حالا اتفاق میفته و حالا رعد و برق میشه، به عنوان یه پدر میخوای که اینطوری باشه. حالا میگه حالا چه اتفاق میفته، حواست باشه که خداوند هم میخواد بچه هاشو مراقبت بکنه. داره یک ابرای سیاه میاد، یه اخبار بدی قراره بیاد، یه اتفاق داره میفته و قراره این اتفاق میفته. توی این روز اتفاقاتی میفته، میتونی بگه که خداوند مراقبت میکنه. خداوند میگه که من مراقبت میکنم از قوم خودم، ازشون مراقبت میکنم، برای اینکه پدری هستش که میخواد بچه های خودش رو زیر بالهای خودش جمع بکنه. و این بسیار عالیه که ما بخواییم راجبش فکر بکنیم، راجب برکت و نفرین. اگر گوش ندیم به حرف خداوند، مراقبت از همون دور میشه. کشورهایی که دنبال خدایان دیگه رفتن و خودشون رو به چیزهای شریر و دیوها سپردن، میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. به عنوان دوم گزینه میخواییم نگاه بکنیم ببینیم که نفرین های خانوادگی چجوری اتفاق میفته، تو اجدادمون چجوری تقسیم میشه به نسل بعدی. مجرد بخواد بعد زفت آدم ها عصبی میشه، آدم ها میگن که این بچه که به دنیا اومده که تقصیر نداره، چرا باید یه بچه این رو به دوش میکشه وقتی که اجدادشون گناه کردن. و میدونم باید جواب دی رو که اگه بخوام بهتون بگم منم نمیدونم، ولی این برمیگرده به این که گناهی که ما میکنیم تأثیر میذاره روی نسلهای بعدیمون. کتاب مقدس گفته که هر کاری که ما میکنیم توی نسل سوم و چهارممون پیش میره و گناه همینجوری جلو میره. آدم و حوا هم توی باغ عدن گناه زیاده کردن. رومیان 5:19 زیرا همون گونه که به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری گناه کاشن، به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید. در اینجا آدم بده بده، همه به خاطر آدم و حوا به گناه افتادیم. شما متوجه میشی که واقعا این طبیعت گناهکار داریم. بچه کوچولویی که داریم، با گناه متولد میشه. اولش رو میکنه به دروغ گفتن، میان خواهر یا برادر خودشو وحشتناک میزنه. ما هممون اینطوری متولد شدیم فقط به خاطر یک نفر. این دقیقا همینجوری هستش، ولی توسط عیسی مسیح این نفرین ها و گناه ها از همون پاک میشه و پارسا میشه. کتاب اعداد 18:14 رو دوباره میخونم.
ما بعضی وقتا ما نمیدونیم واقعا پدر مادرامون چی کار کردن و چه مشغول بودن. پدر مادرام نمیان همه چیز رو بهمون بگن. این برنمیگرده به پدر مادر شما، به چیزهای فرهنگی و مذهبیتون هم برمیداره. بعضی از خانواده ها میبینین که خیلی هستن که خودکشی میکنن، میبینین که توی خیلی از خانواده ها مریضی عجیب غریب هستش یا همیشه اتفاقات بد میفته یا اون اتفاق میفته. تنفر، عصبانیت، خشونت و راستیش بودن راجب حماس اگر بخونید، تروریست توی اسرائیل هستش و یاد میده به بچه هاشون که از بچگی از یهودی ها متنفر بشن و دقیقا چیزی که شما به بچه هاتون میده. این خیلی تربیت خوبیه که اگر یاد بدی بچه هاتون تنفر داشته باشن، اگر به بچه ها یاد بدی که نبخشن و تنفر داشته باشن کسی، ولی این کار رو دارن انجام میدن و انجام میدن و این چیزها اتفاق میفتن. وظایف خانواده میبینی که خیلی هستش، همیشه حالا مثلا سرطان یا مریضی های هستش، همیشه فکر میکنین که این دقیقا به شما هم انتقال پیدا میکنه. اینجاست که شما باید فکر بکنی برمیگرده به گناه اجدادتون. حالا میخوای ببینین که واقعا چجوری این نفرین ها کار میکنه. نفرین کلمه متفاوت برکت هستش. وقتی که شما خداوند رو و برکت خداوند رو توی قلبتون دارین، میدونین که آینده خوبی دارین، میدونین چه برکت عالی هستش که شما تو قلبتون بدونین که همه چی خوب پیش میره. پیش شما خیلی از آدم ها عصبی میشن، هیجان دارن و برکت به شما آینده خوب میده و رابطتون با خداوند میمونه. ولی نفرین و لعنت باعث میشه که شما تنها بشین و از خداوند دور بشین. من دقیقا همجوری کار میکنه و در خانواده ها آنوک گفت من 13 سالم بود و فرار کردم از خونه. یک اتفاق تو خانواده افتاد که از اونجا باید فرار میکرده، یعنی که رابطهش با خانوادهش از دست میداره و شکسته میشه. ولی نفرین میمونه و خانواده ها بدتر و بدتر میشن، بچه ها از خانواده هاشون دور میشن یا بچه ها رو از خانواده ها میگیرن و اینجا نفرین توی خانواده هست و برمیگرده به رابطه خراب میشه و اینکه آدم ها خودشون رو ایزوله میکنن. وقتی که شما توبه میکنی، خداوند میخواد که رابطه هاتون رو شفا بده. آدم های اینجا هستن تو شهادت بدن که من هیچ رابطه با خانوادم نداشتم یا با پدرم یا با مادرم نداشتم، وقتی توبه کرده. حتی مادر من توبه نکرده ولی من واقعا میتونم باش صحبت بکنم و دوباره برگردم بهش. این برکت از کاری که خداوند انجام میده، ولی شریر دقیقا زده این انجام میده. حتی میتونه نفری رو تو تمام قوم بده. اگر شما توی یک کشوری زندگی بکنی و بخوای تو اون کشور زندگی بکنی و بمونی، خیلی از آدم ها بعد از اونجا فرار بکنن. اسرائیلی ها کشور که خداوند قول داده بوده دریافت میکنن، ولی به خاطر اینکه گوش نمیدن فرار میکنن از اون کشور. خداوند گفته من این جایگاه رو برای شما دارم، این نقطه برای شما هست، اونجا میتونی برکت داشته، اونجا میتونم شما رو کمک بکنم، ازتون مراقبت بکنم. ولی وقتی به حرف خداوند گوش ندادن، بعد فرار میکردن از اونجا و رفتن به بابلون. یه شعری هستش که راجع به بایبل هستش و راجع به احساسات آدم ها صحبت میکنم. میگه من هر جا که برم احساس میکنم که اونجا خونم. میان توی کلیسا توبه میکنم، احساس میکنم که اومدن خونه. آمین. دقیقا نفرین اینجوری کار میکنه. وقتی که احساس خونه میکنم، من برای اینجوری هستم، چرا من روی زمین اومدم، اصلا متولد شدم، ایزوله کردن. میتونه نفرین های خانوادگی باشه. وقتی که شما رو از خداوند دور بکنه، شما رو دور بکنه از برکت، از کلیسا دور بکنه و شما رو فاصله بده از چیزی که خداوند میخواد براتون انجام بده. اگه خیلی آزار دیدی توی سالهای متوالی و افسردگی هی بهتون برمیگردن،
و بی ارزشی رو احساس میکنی. فقر میتونه یک نفرین باشه، مریضی میتونه یک نفرین باشه. عیسی مسیح میخواد خیلی از چیزهایی که تو زندگیتون هست رو از بین ببره تا شما بتونید در برکت قدم بردارین. ساموئل اورشلز گفته که اگه شما نتونین رابطتون رو با خانوادتون بهتر بکنین، اونجاست که متوجه میشین که دقیقا همون رفتار خانوادت رو انجام میدین. شما خودتون بزرگتر شدین وقتی که تو بچگی گفتی که من نمیخوام واقعا مثل پدر مادرم باشم. توبه میتونه چیزهایی که غیر قابل امکان هست رو ممکن بکنه. از در توبه میتونی که انجام بدین. اما گفتی که من دیدم که خانوادم رفتارهای عجیب غریبی دارن، من نمیخواستم مثل اونها باشم، میخواستم بهتر انجام بدم ولی نشد. بچه های متفاوتی رو بشه، مرد های متفاوت داره. این از نظر روحانی رو دریافت کرده ولی متوجه نشده بود که این تو زندگیش در جلو میره. گفته که من دلم میخواد کسی رو دوست داشته باشم ولی نمیتونه خوش رو به کسی وصل بکنه. گناه خرابش میکنه و میخواد که از بین ببرن. کشورهای هستن که شروع میکنن به وودو کردن، میان نفرین ها رو آدم ها رو خانواده ها میذارم، نمیخوام که شما رو بترسونم. جادوگری میکنن، وودو منظور جادوگری هستش و کارهایی میکنن که چیزها رو خراب میکنن. چیزهایی هستش که ما باید اون رو جدی دریافت بکنیم. عیسی مسیح قدرتمند رو انجام داد روی صلیب. کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرد بسیار عالی بود. گفتش که نفرین رو روی صلیب وصل کرد، اون رو با خودش برد. این کاری که کرد بسیار عالی بود. کسی که بتونه به صورت رادیکال جلو بره. و نقطه آخری که میخوام صحبت بکنم این که نفرین شکسته شد وقتی که عیسی مسیح روی صلیب رفت. کتاب تثنیه 22:23-24، اگر مردی دختر باکری را که نامزد دارد در شهر بیابد و او همسر شود، هر دو باید در دروازه شهر بیرون آورد و سنگسار کنند تا بمیرند. دختر از آن رو که هر چند در شهر بود فریاد بر نیاورد و مرد را از آن سبب که زن شخص دیگری را به اسمت کرده است، بدین گونه بدی را از میان خواهد بود. این یک نفرینه. صلیب باعث شد که نفرین ها و گناه ها روش وصل بشه. ما حالا اینو میخونیم که رابطه‌مون با عیسی مسیح زمانی که عیسی مسیح روی صلیب بود، رابطهش با خداوند به این رفت. برای که عیسی مسیح تمام گناه ها و نفرین ها رو به خودش داشت، نتونست در ارتباط با خداوند داشته باشه. گفت خداوند کجایی؟ چرا من رها کرده؟ عیسی مسیح هزینه کرد برای تمام اجدادمون، بت پرستی ها و نفرین ها، گناه ها، مریضی ها، تا شما عیسی مسیح رو دریافت کنید و دوباره شفا پیدا بکنید. این عالیه، یک معجزه عالی هست. کشورها میخوان توبه بکنن، آدم ها توبه میکنن و برکت اونجا میاد و دوباره طبیعت جدی میشه. آدم ها دوباره میتونن کار بکنن، زندگی ها درست میشه، زندگی زناشویی که جدا نمیشه، برای که خداوند برکت رو میاره. عیسی مسیح نفرین رو به خودش گرفت. غلاطیان 3:13، مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت باز خرید، زیرا نوشته شده که هر که به دار آویخته شود ملعون است. دقیقا چیزی که من متوجه نشدم وقتی که من توی کلیسای کاتولیکا میرفتم، وقتی نگاه میکردم به اون صلیب بزرگ که عیسی مسیح رو میدیدم روش، حالا نگام که در اولا چه اتفاق افتاده. ولی میگه که واقعا هر که به دار آویخته شود ملعونه. ما همیشه باید به لعنت نگاه میکردیم. واقعا عیسی مسیح لعنت رو به خودش گرفت. این کار کرد زندگی شما رو اجازه ده به جهت دیگه حرکت بکن. کسی زندگی دیگه ای رو میخواد چیزهایی رو تغییر بده که نمیتونه خود تغییر بده. اگه میتونستی خودت کار انجام میدی. همه میگن من انجامش میدم. نه، نمیشه. چیزهایی هستش که شما میدونی که باید جور دیگه انجام بدین و اتفاق نمیفته. آدم ها هستش که شما خیلی خوب میدونی اتفاقاتی که داره میفته
نزدیک به شماست و نفرین هست و هیچ کسی اونو نمیدونه، هیچ کسی نمیبیندش و این برمیگرده به رفتارها که شما چجوری هستین. و عیسی مسیح رو به خودش گرفت و ولی این رو میتونه از شما برداره و برکت به زندگی شما بده و برکت زندگی شما درست بشه. رومیان 5:19، زیرا همون گونه که به واسطه نافرمانی یک انسان بسیار نگران شدن و واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید. عیسی مسیح تا لحظه آخر گوش داد و اطاعت کرد. اونجاست که لعنت زمتوش محمد نتونست، هاری کریشنا نه، بودا نه، نتونستن. ولی تنها کسی که تونست لعنت رو از من ببره عیسی مسیح بود. راه باریک هستش و واقعیت در اونجا هست و ما اگه درخواست بکنیم که ما رو ببخشه و اونجاست که میتونه برکت دوباره برمیگرده به زندگی ما و شما میتونه دوباره نفرین را جدا بکنی از زندگی. نگاه بکنی به اجدادت، نگاه بکنی به پدر مادرتون با هم دیگه. چه اتفاق افتاد؟ چه چیزی رو به شما دادن؟ چه چیزی درون شما فرستادن؟ این خیلی عجیب غریبه که بخواید نگاه بکنیم بهش. بچه هایی که متولد شدن تو خانواده هایی که پدر مادرهاشون جدا شدن، خودشون هم این اتفاق میفته، این چیزی که بهشون داده شده. بچه هایی که پدر مادرشون با هم دیگه هستن، سریع به خاطر یک دعوا رها نمیکنن و برن. خیلی از آدم ها فرار میکنن وقتی که چیزی خوبیش نمیره، خودشون رو رها میکنن و فرار میکنن. ولی این برکتی نیست که خداوند میخواد بهمون بده. خداوند برکت رو برای شما میخواد و برای بچه هاتون میخواد. آمین. این بسیار بزرگی که شما زیر برکت زندگی بکنی یا زیر نفرین زندگی بکنی. داستانی هست میخوام بهتون بگم، قبلا هم گفته بودم، یک آزمایش رو کردن ریچارد دابدو. 6 تا از کریمینال های مجرم های زمان قدیم رو پیدا کردن که 6 تاشون از یک نسل اومدن. ماکس 1920 متولد شده بوده، 6 تا دختر داشته، 2 تا پسر و همهشون خارج از زندگی زناشویی متولد شده و این همیشه الکل میخورده و همیشه مست بوده. ریچارد از زیر نسل این آدم های متفاوتی در فقر و جرم و جنایت و اینا آمده. این برمیگرده به نفرین لعنت. جان ادوین کشیشی که متولد شده و 11 تا بچه داشته که 3 تا پسر داشته و 8 تا دختر در سال 1900 هم اون رو آزمایش کردن و سال 1400 دیدن که 13 تا نفر رفتن دانشگاه، 65 تا پروفسور داشتن، 100 تا وکیل داشتن، 30 تا قاضی داشتن و 80 تا شدن برای شهرداری، 60 تا دکتر. همجوری رفت جلو. ولی بلودتون رو شما نمیتونید، خونتون رو شما نمیتونید تغییر بدید. ولی اگه زیر سلطه خداوند بیاید، زیر دستان خداوند بیاید، میتونید برکت رو به خانوادتون برگردونید. دریک پرینس گفته که این خیلی مهمه که بخوایم این رو گوش بدید، شرایطی که بتونه یک لعنت جلو بره بزرگتر از این هستش که اگه خودت متوجه بشی 2 تا 3 تا از این 7 تا نقطه‌ای که زیر هستش رو داشته باشین. شرایط بسیار بزرگ هستش که اگه شما این چند تا نفرین رو داشته باشین توی زندگی تو. نه اینکه بخوام بگم که نفرین تو زندگیتون هستش، نه، میخوام بگم که واقعا میتونه تأثیر داشته باشه تو زندگیمون. 7 تا نقطه است. نقطه اول، فروپاشی ذهنی یا عاطفی.
این خیلی اتفاق دومی نقطه بیماری هایی که هستن و یا تکرار میشن مخصوصا اگه تو خانواده باشه اگر پزشکان نتونن علتش رو پیدا بکنن. سومین راجع به مشکلات زنانه صحبت میکنن که بارور نمیشن یا صدق جنین دارن، مشکلات قاعدگی دارن. اینها چیزهای عجب غریبی نیستش، اینا میتونه جزء نفرین باشه. نقطه بعدی خانواده ای که جدا میشن، طلاق، یا از بچه هاشون دور میشن یا بچه هاشون از خونه برمیدارن. نقطه پنجم مشکلات مالی، حالا تو زمان کوتاه کم پول داشته باشه ولی همیشه مشکلات مالی داشته باشی. نقطه پنجم هست. نقطه ششم همیشه یه اتفاق براتون میفته، حالا پات میشکنه، انگشت به در خونه میخوره میشکنه، یه اتفاق شما کسی هستی همیشه یه اتفاق براش میفته، یه تصادفی براش پیش میاد، آدم های اصلا این میشکنه اون میشکنه، یه اتفاق میفته اون اتفاق میفته. و آخر خودکشی هایی که توی خانواده هسته و چیزهایی که غیرت مرگ های غیر طبیعی، این خیلی بزرگ هستش که شما هم بتونید در این بخش ها باشین و این نفرین داره در شما حرکت میکنه، میتونه خیلی واقعی باشه. نباید خجالت بکشین. ما امروز توی کلیسا هستیم، عیسی مسیح از دیار مردگان بلند شده و این نفرین رو به خودش میگیره و عیسی مسیح میتونه این رو پیروز بشه. من دیگه نمیخوام این 7 نقطه رو تکرار بکنم، اینا به اندازه کافی ما رو آزار میدن، ولی امروز صبح عیسی مسیح شرایط رو بدین تا نفرین ها رو به برکت تبدیل بکنه. خیلی چیزها هستش که تو زندگی میاد و عیسی مسیح در خونه آدم ها رو میزنه ولی ما در رو باز نمی کنیم، ولی الان باید زیر اقتدارش بیستیم، چیزی رو که به همون داده رو ازش دریافت بکنه. عیسی مسیحی بودن یعنی که اقتدار عیسی مسیح رو بپذیریم و اجازه ندیم چیزی که تو زندگیمون هستش اتفاق بیفته و اقتدار دریافت بکنیم. از خداوند اجازه بدین که سرامون رو ببریم پایین و ارزش برای خداوند و هم دیگه داشته باشه. من نمیخوام کسی رو اینجا خجالت زده بکنم و خداوند قرار کمکمون بکنه. شاید امروز اینجا هستید، اتفاقاتی که توی زندگیتون میفته که خودتون فقط میدونی میدونی از کجا اومدی و میدونی چه اتفاق افتاده. صحبت کردم راجع به برکت و راجع به نفرین. ما هم میخواییم با قدرت خودمون زندگی بهتر رو داشته باشیم، ولی شما متوجه میشین که با قدرت خودتون نمیتونین کار رو انجام بدین و نمیتونین نفرین رو از بین ببرید. این از نظر روحانی این اتفاق نمیفته. عیسی مسیح به عنوان یک قربانی عالی بدون گناه و به خواست خداوند گوش داد، هزینه رو پرداخت میکنه که شما بتونید نجات پیدا بکنید. این چیزیه که ما واقعا نیاز داریم که بتونیم از نفرین ها به برکت برگردیم، که بتونیم خودمون رو به خداوند بسپاریم. باید به خودمون رو به خداوند بسپاریم، بگیم عیسی مسیح حق با شماست، من به شما ایمان دارم، من رو ببخشید. اگه خیلی رو راست باشی عیسی مسیح توی خیلی چیزها مشغول بودی، من رو ببخشید، در قلب من بیان و از من آدم تازه‌ای بود تو اون لحظه. و عیسی مسیح که از دیار مردگان بلند میشه و نفرین رو به خودش به آغوش گرفته ولی از دیار مردگان بلند میشه، بتونه در قلب شما و در زندگی شما بیاد و شما توی معجزه رو دریافت بکنی. این یه چیز بسیار عالی هستش. برای غرور آدم ها رو نگه میدن، میگه که نه من نمیتونم، ولش کن. نیاز نیستش که خودت بخوای این کار انجام بدی، شما پدر آسمانی رو داری. ما هممون پدر نیاز داریم
و هر چقدر که جوانیتون و مشکلاتتون وحشتناک بوده، ولی خدا من میخواد که برکت رو به شما بده، ولی شما باید این انتخاب رو بکنید. آدم های اینجا هستن که میگن من این رو میخوام، من میخوام نفرین رو به برکت تبدیل بکنم، میخوام که قلبم رو برای خداوند کنار بزنم. اگه این انتخاب رو نکردین دستتون رو بیارید بالا، بگی که من میخوام که عیسی مسیح در قلب من بیاد و در من زندگی بکنه. نترسید، غرور رو کنار بذارید. این دعوت نیست که شما رو بخواد خجالت زده بکنه، این برمیگرده به اینکه شما بتونید انتخاب بکنید. چیزها برای خودش درست پیش نمیدن، خیلی چیزها خودش تغییر نمیکنه بخاطر اینکه فردا روز تازه هست. خیلی چیزها باید شکسته بشه، چیزهایی هستن که از نظر روحانی اتفاق میفته. عیسی مسیح در قلبتون رو داره میزنه، یک احساس هیجان انگیز هستش. این من نیستم، عیسی مسیح. دستتون رو بیارین بالا اگه کسی هستش، خجالت نکشه. اگه این انتخاب رو نکرده، چه کسی رو خدا من میتونه کمک بکنه؟ شاید یک موقعی که این انتخاب رو کردیم ولی برگشتیم به گناه و میخواییم دوباره به عیسی مسیح برگردیم، دستتون رو بیاریم بالا. خداوند خودش رو با آدم ها تقسیم میکنه، اکثر عمل نشون بدید و خداوند میخواد که شما رو داشته باشه. تو خواهم آوز بخواهم برای مسیحیان. مشکلات احساسی، ناپایداری یا مریضی های مشکلات زنان، طلاق، بچه هایی که از خونه دور میشه، همیشه مشکلات مالی داشتن و کم آوردن، اتفاقات و تصادف ها، خودکشی ها، اگر اینها رو متوجه میشی، حالا یکی یا تو تمام این نقطه ها، درک پرینس گفتش که شرایط باز هستش برای اینکه بتونین نفرین رو تو زندگیتون داشته باشین. ولی اگر احساس میکنین که روح قدس با من تقسیم میکنه، بعدا بیان جلو و دعا بکن. اجازه بدین که عیسی مسیح خیلی چیزها رو از بین ببره و بشکن. اجازه بدین که خداوند ما رو کمک بکنه. اگه خداوند با شما صحبت کرده، بیان جلو و دعا بکنیم، بگه خدایا در اقتدار شما، در نام شما میخوام بمونم و به عیسی میخوام خیلی چیزها رو تو زندگیم تغییر بدم. خجالت نکشیم، بیان جلو و دعا بکنیم، بگه عیسی مسیح مرسی که نفرین های زندگی من رو روی صلیب بردین، جایگاه هستش برای دعا کردن. دعا بکنیم با هم دیگه در نام عیسی مسیح. آمین. Thank you.
we samen gaan staan, samen zingen dit lied. Amen. Laten we God loven en prijzen. Halleluja. Amen. Laten we het heel eenvoudig houden. Wat was de bedoeling? Hoe begon God? خداوند چه جوری شروع کرده؟ آدم و حوا بودن که رابطه ساده با خداوند داشتن و با هم دیگه یک هارمونی و یکی بودن بوده. وقتی که چه اتفاق افتاد؟ وقتی که گناه اومده و دیگر نیومدن پیش خداوند و از خداوند دور شدن. این دقیقا برمیگرده به گناه. ما ها وقتی گناهکار هستیم از خداوند دور میشیم. ما ها دور میشیم از آدم ها. آدم ها میخوان دلشون میخواد که توی جزیره زندگی بکنن که هیچ کسی نیست. نفرین یا گناه آدم ها رو از همدیگه دور میکنه. خانواده ها توی زندگی زناشویی راه ها همه میگن ولم کن، رهام کن، من میخوام که تنها باشه. حتی بعد تو توبتون هم میتونه اینجوری عکس عمل نشون بده، من میخوام فرار بکنم. چه کسی متوجه شده که خداوند ما رو دوباره به همدیگه برمیگرده؟ خداوند میخواد همه چیزو در کنار دیگه کنار همدیگه نگه داریم. شاید خیلی چیزهایی رو متوجه بشه. هر کسی میتونه برای خودش دعا بکن. اجازه بدین که با همدیگه دعا بکنیم، دعایی که با اقتدار هستش. قبول نکنید که نفرین یا گناهی که تو زندگیتون هستش که شما رو میخواد از خواسته خداوند دور بکنه. اجازه بدین که خداوند شما رو نزدیک به خداوند بگه. چه کسی میخواد که نزدیک به خداوند بشه؟ بگه ما چه چیزی نیاز داریم که به خداوند نزدیک بشیم؟ شاید بیشتر از قبل، نسبت به قبل بیشتر ما ها نمیدونیم واقعا چه اتفاقی سر راه مونده. آدم ها میخواد آدم ها رو به همدیگه نزدیک بکنه. حالا اتفاقی که افتاده بخوایم که نزدیک به عیسی مسیح بشیم، میتونید دستتون رو بالا بریم بگید بده این پدر آسمان، من پیش شما اومدم و من متوجه شدم اتفاقاتی تو زندگیم داره میفته که از طرف شما نیستن. من قبول نمیکنم. خداوند تشکر میکنم که شما برای من روی صلیب رفتید. شما نفرین رو بر خودتون گرفتید. من لعن رو جدا میکنم از خودم و تاریکی رو که در کار هستن توی روح من، در زندگی من، در خونه من، توی خانوادم، در نام شما. من دیگه نفرین رو به خودم جلو نمیبرم. تشکر میکنم و خداوند من رو به خودت نزدیک نگه دار. خدا من رو به قوم خودت نزدیک نگه دار. خداوند من رو به کلیسای خودت نزدیک نگه دار. تشکر میکنم در نام عیسی مسیح طلبیدم خون با ارزش شما رو برای مراقبت از خودم و خانوادم درخواست میکنم در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. اجازه بدید خداوند رو جلال بدیم. Riala riala ambasi di 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 olor riala riala ambasi di 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 olor riala 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 ambasi di 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 olor riala riala ambasi di 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 olor nosi anan riala riala ambasi
به قوم من و من قراره که نفرین ها رو از کلیسا دور بکنم. اجازه میدم که درها باز بشه تا شما بتونین طلوع بکنین و جلو برین. من میخوام برای کنار شما باشم و در کنار شما قدم بردم. من میخوام که شما رو بالا ببرم و شما رو به هدف و به نقطه نزدیک بکنم، چیزی که شما انتخاب کردین، انتخابی که خداوند سر راهتون قرار داد. من خدای ابراهیم و اسحاق هستم، من خدای اسرائیل هستم. نترسین، شما برای من هستین و من قراره برای شما جلو بدم. و خداوند اینجوری صحبت کرد، نبوت ساشید سیار یار 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 با با سی دی 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 اور یار 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 با با سا دی 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 دی. آمین. ویکی میخوام برات دعا بکنم. خجالت میخوام یه چیزی رو بهت بگم. نیکی رو میخوام در دعا به خودم ببرم. این دختر داره و اجازه نداره که دخترش رو ببینم. من ایمان دارم که این لعن هستش که تو زندگیش. این خیلی خوبه که اومدی کلیسا. بعضی وقتا ما عصبی میشه نسبت به خداوند که چرا این اتفاق میفته، ولی بعد اینو تغییرش بدیم، بگیم که شریر تو هیچ قدرتی در زندگی من نداری. دوست داری که با من دعا بکنی؟ آمین. دعا بکن با من و بگو در نام عیسی مسیح من این لعن رو دور میکنم که اجازه ندم دخترم رو ببینم. تمام دروغ ها، تمام زنجیره دروغ هایی که تو شرایطی که من با دخترم دارم، در نام عیسی مسیح میشکنم و از بین میبرم. خداوند میخواییم که قاضی ها رو تو قلبشون اجازه بدین که بتونن این شرایط رو بر من تغییر بدن، وکیل باشن که بتونن من رو کمک بکنن، که جور دیگه به شرایط من نگاه بکنن، که بتونن دخترم رو داشته باشن و برش گردنم به پیش خودم. تمام لعن و نفرین ها رو از خودم دور میکنم در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. در خون عیسی مسیح من آزادش بکن. خدا معجزه بکنه توی خانوادهشون. خدا من دوباره به همدیگه برشون گردنه در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. بهمون برای خانواده دعا بکن، برای پدر یا مادر دعا بکن. پدر مادری که شاید یه موقعی رهاتون کردن، دردناک هستش، دوباره برش کرده میشه. خدا اجازه که خداوند قلبتون رو نرم بکنه. چه کسی عصبی نسبت به پدر مادرش، احساس میکنه که رها شده، نترسین. احساس میکنم که روح قدس داره صحبت میکنه. خیلی از آدم ها هستن که واقعا میخوان که اتفاق رو بفتن. شاید 10 یا 15 نفر هستن که شما عصبی هستی و پدر مادرتون براتون این رو گذاشتن. بیاین جلو، اجازه بدین که خداوند اثر عمل نشون بده. شاید 5 یا 8 نفر باشن. بیاین جلو، خداوند میخواد آدم ها رو کمک بده. دستتون رو بذارین رو قلبتون، بذارین بگین در نام عیسی مسیح خداوند قراره که کمکت بکنه. سخت هست، من میبخشم پدر و مادرم ها که کم در زندگی من که انجام دادن و کاری که برای من کرده. خداوند رو من رو آزاد بکن، من رو شفا بده، قلب من رو شفا بده. من میخوام که رابطه خود با شما داشته باشم. خداوند رو تشکر میکنم بابت خداوند آزادشون میکنی در نام عیسی مسیح. خونه با ارزش شما خدا شفاشون بدین و سالمشون میکنی. اجازه خداوند رو جلال بدین. شیارم یارم بابا بسر یار 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 میخواد ما رو شفا بده. در دعا مازر میبندی. خداوند مرسی بابت عالی بودنتون، عشقتون و محبتتون و بخششتون، کلامتون، روحتون و اون چیزی که میخواد در زندگی تک تک ما انجام بدین. تمام جلالها در نام شماست طلبیدم. آمین. مرسی که بودین. میبینمتون تا مازر بعدی در پناه خداوند.